الوعده وفا شدیم ده هزار نفر امیدوارم که حالتون خوب باشه قرار شد که ده هزار نفر بشیم بیام براتون یه پادکست زب بکنم اون دفعه تا نه هزار خورده ای رفتیم کانال پرید ولی اینجا شدیم ده هزار نفر و گفتم همون روزم هم براتون تو پادکست رو زب میکنم خیلی هم بهش فکر کردم و قشنگ اگر گوش بدین جواب این سوال رو پیدا میکنیم چه بیلیارد باز باشی چه اسمیکر باز اسم سالیوان رو شنیدی بازیاش رو نگاه کردی و کلی باش خاطره داری و به قول معروف و خودمونی کلی باش عشق کردی ولی نمیدونم آیا این سوال از خودت پرسیدی یا جایی شنیدی که سالیوان چطوری شد پادشاه استونکه چطوری شد خدای اسنوکه واقعا این درسته خدای اسنوکه و آیا خوندی؟ آیا جای شنیدی؟ من فقط میخوام نظر خودم رو بدم پس قاعدتا صحبتی که میخوام بکنم توی هیچ سایت، تو هیچ پیش، تو هیچ کانالی نشنید دوست دارم خیلی خوب با دقت گوش بدی اگر درست بود که تشویقم بکنی اگر که درست نبود حتما کامنت بذار نظر مخالفتو بگو با دلیل و با من منطقی که داری میخونم چرا که نه جوابم میدم حالا بریم قصه ببینیم از چه قراره گفتیم که بریم ببینیم سالیوان چطوری شده سالیوان من جواب این سوال رو این شکلی به شما میدم خیلی اوقات توی پیج اینستاگرام بیلیارد شو عکس بچه ویدیوهای بچه ها رو میذاشتم که دارن ضربه میزنن چه ضربه های خوبی دارن میزنن میز جمع میکنن و و و و و, و. سوال میذاشتم کوئسشن که آقا به نظر شما این چی شبیه سالیوانه خیلی شبیه سالیبانش من از نظر من این مثلا این بچه بچه مختلف بودا بود مثلا گفتم این چه شباهتی با سالیوان داری یکی برای من کامنت میذاشت مثلا نوع دلیوری چوبشین شبیه سالیوانه. ایستادنش استنسش چه میدونم مثلا هدفگیریش و نوع نگاهش نوع هم این هی حالت فیزیکی رو داشتین برای من میگفتی و من هی جوابم این بود نه 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 حالا اومدم تو این پادکستی که قولش رو به شما داده بودم جواب این سوال رو بدم و خیلی با دقت گوش ببینید سالیوان از نظر ذهنی با یک بازیکن 9 ساله و شاید کوچیک‌تر 10 ساله هیچ فرقی نمیکنه یعنی چی یعنی بچه یه بچه 7 ساله با یه مرد 40 خورده ساله ای که بیش از هفت بار هفت بارش برای چیزه برای ورد چمپیونز حالا ما فقط همین ورد چمپیونز رو میگیم هفت بار قهرمان جهان شده این همه پسر و مرد و جوون آرزوشونه که حتی تو اون مسابقه شرکت کنم این هفت بار قهرمان جهان شده چطوری میشه ذهن اون با یه بچه هفت ساله یکی باشه دقیقا اینو میخوام به شما بگم سالیوان از اول این ورزش به آخر این ورزش رسیده و بعد از اون لول اپ کرده و برگشته از اول یعنی چی اون پسر کوچولویی که داری میبینی یا دختر کوچولو فرقی نمیکنه جنسیتش نمیخوام بکنم داره بازی میکنه یعنی چی یعنی وقتی میبینی اون توپ مشکی رو پات میکنه حالا چه پاکت بیلیارد چه که داره بازی میکنه یعنی داره پات میکنه در واقع داره بازی میکنه مثلا تو فکر این نیست که حالا مثلا اینا الان با این زاویه این کارو بکنم اون رو بکنم بازی بازی چه شکلیه شما بچه بودین بازی میکردین مثلا به اجاره خونهتون فکر میکردین به درآمدتون فکر میکردین یا مثلا داشتین یه بازیه حالا هفت بازی میکردی چه میدونم بالا پلندی بازی میکردی آیا دنبال قواعد و قانون بودی یا قواعد و قانون رو میدونستی یا اون پلهی که مثلا بالا بلندی که بازی میکردی تو ذهنت بود خونه فلان پلاک فلان کسی هم نمیگفت اونجای بلندی داره درسته دقیقا قصه ای که برای سالیان اتفاق افتاده حالا سؤال میگی که نیما خب اوکی سالیوان خیلی خفنه چرا بقیهشون اتفاق نیافتاده بقیهشون به, به آخر خط رسیدن یعنی چی یعنی بازیکنان که الان اسم برات میبرم مثل هنری هیگینز ویلیامز ترامپ رابرتسون و و اینا آخرای این ورزشن دیگه قش خفنتر از این دیگه نمیشه اسم که رو بازی کرد ولی لول آپ نشدن نرسیدم به موضوع سالیوان که برگردن از اول یعنی برن آخر این ورزش رو ببینن آخر آخرش رو سالیوان دیده و برگردن دوباره از اول اگر مصاحبه های سالیوان رو دقت بکنی رفتارش رو دقت بکنی میبینی ای بابا طرف داره سرویس میشه روزی دوازده ساعت شست تا نمیتونه بزنه تمرین نمیکنه یه سال تو مسابقه شرکت نمیکنه میاد قهرمان جهان میشه ای بابا مگه میشه بله منتال چیزی که تو ذهن سالیوان داره میگذره اصل قصه اون توه سالیوان داره بازی میکنه این کل جواب این هستش که سالیوان الان چرا انقدر خفن هستش ببین این حرف من نمیزنم دنبال قواعد و قانون این بازی نریا نه 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 قبلش رو متوجه بشو گفتم این تا آخرش رفته از آخر به اول رسیده تو نمیتونی از نیمه راه برگردی از اول گرفتی مطلب و پس شما مگر این ورزش رو دوست دارید باید قواعد قانونش رو کامل یاد بگیرید وقتی چیزی دیگه واسه اضافه کردن نبود و تمامی این مقام ها رو تونستین کسب بکنید میتونید لول اپ بکنید هر کسی هم نمیتونه چرا خود هیگینز خود هنری داره این موضوع رو داره میگه که آقا از سالیوان شما قشنگتر نمیتونید این ورزش رو بازی کنه خودش هفت بار قهرمان جهانه بعضی میگه میگن آقا این تعارف داره میکنه آقا چه تعارفی مگه میشم چین چیزی که نفری که هفت بار قهرمان جمع شد اصلا هیچی نمیگه خوبه اصلا هیچی نمیگه آقا, آقا مثلا خوبه فلان تعریف داره میکنه تعریف کردن خیلی موضوعش فرق میکنه و اینه که شما میبینید سالیوان تمام سبک بازیش حرکاتش رفتارش همه چیش زمین تا آسمون با تمام بازیکنهایی که میبینید فرق میکنه این نظر من بود شما هم نظرات خودتون رو بنویسید امیدوارم که مطلبمو کامل گرفته باشین و بعد اگر مخالف هستین مخالفت بکنی ولی در آخر میخوام از تک تک شما تشکر بکنم من تو خیلی شرایط بدی قرار گرفتم بعد از پنج سال کانالم رسوندم رسونم به ده هزار نفر و یک شبه واقعا هم یک شبه به باد رفت ولی مطمئن بودم که شما برنامه بیلیارد شو اسنوکر شو رو دوست داشتین دوباره قوی استارت زدم بدون که بدون که ویدیوهای قبلی رو داشته باشم از نو همه چی از نو و خیلی مخلصیم و چک بکنین حتما این کانال بیلیارد رو سابسکرایب بکنین کانال اسنوکر شو رو سابسکرایب بکنین لینک همشون توی دیسکریپشن هست دوستتون دارم خیلی مخلصم منتظر پادکست و ویدیوهای ولاگ و آموزش همه اینا باشین با حمایت شما این مسیر ادامه پیدا میکنه خیلی چکرم مخلصیم عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش